سلام ارادت تو این ویدیو قرار بهتون یاد بدم چطوری میتونید پورت SSH سرورتون رو عوض بکنید به چه دردی میخوره الان در حال حاضر روی پورت 22 که پورت پیش فرض SSH هست تداخل بسیار شدید داریم و اصلا نمیتونید وزشید سرورتون رو کانفیگ کنید ببینید تداخل دو مدل امکان داره اتفاق بیفته یا روی یه پورت باشه یا روی یه سرویس باشه در حال حاضر روی هر جفت اینا تداخل هست یعنی اختلال رو ایجاد کردن هم پورت هم سرویس SSH ولی روپورت 22 خیلی شدید تره و علنا روپورت 22 یکی دو تا دستور میزنی سرور قطع میشه و نمیتونی کار کنی ولی H نه H خیلی کم تره اختلال روش و اگه پورتش رو عوض کنید به درستی میتونه واسه کار کنه یه ذره کنده متاسفانه من نمیدونم چی فکری میکنن که این کار میکنن ولی یه ذره کند شده پس ولی همچنان میشه این کار انجام داد حالا مشکل اصلی ایجاد میشه خیلی هم میگن آقا من سرورم رو عوض نکردم پورتش رو و الان نمیتونم وز عوض وز بکنم اگر از هتسنر استفاده میکنید میتونید از کنسول خودش این کار رو بکنید و اگر از جای دیگری هم سرویس گرفتید اونها هم میتونن یه سرویس کنسول بیسی به شما بدن که وز بشید این کنسول چون رو پورت 80 کار میکنه میتونه وصل بشه 8443 کار میکنه اعتمالا میتونه وصل بشه و اینج... اونجوری بهتون سرویس رو بیاره اونجا عوض کنید بعد از این ور کانکت بشید حالا این رو توی کامپیوتر بهتون نشون میدم یه راه دیگه هم اینه که شما وصل بشید به یه سروری خارج از کشور که مثلا پورتش فرق میکنه از اون ریموت بزنید و این کار انجام بدید که دیگه اون مشکل وجود نداشته باشه من هر جفتش تو این ویدیو بهتون یاد میدم ببینید چه جوریه بتونید استفاده کنید اگر از شرکت ایرانی و هر چیز دیگری هم گرفتید تیکت بزنید بهشون بگید که آقا یه راهی به من بده که من بتونم وصلشم به سرورم کمکتون میکنن که چطوری میتونید این کار انجام بدید حالا یا وی میدن یا کنسولشون رو میدن یا شاید خودشون بتونن تغییر بدن یه جوری بالاخره باید این کار رو واسهتون انجام بدن بریم تو کامپیوتر بتون نشون بدم چطوری میتونید این کار رو انجام بدید خب همونجوری که گفتم من از روی این آموزش دارم میرم جلو مربوط به سایت اوبونتو 18 و من دستوراتی که باید بنویسید رو توی یه فایل تکست اینجوری براتون قرار دادم هم آدرس سایت رو گذاشتم هم دستورات رو اغلب کارهایی که لازمه انجام میدیم و اینجا ساتون گذاشتم که بتونید ببینید حالا میریم با هم انجام میدیم و یاد میگیرید ببینید فرض کنیم من میخوام به این سرور وصل و روی پورت 22 که اس میزنیم مشکل داریم بریم اینو با هم تستش کنیم برای اینکه بتونم وصل میزنم اس root اچ روت IP آی پی رو وارد میکنم اینتر ببینید همین الان چون اختلال داریم چقدر اذیت میکنه تا این بیاد ولی بالاخره اومد اینتر میزنم و وارد میشه بالاخره احتمالا خیلی احتمال داره اصلا نتونن واسه بشن اینجوری منم الان شاید همینجا نتونم واسه به خاطر اینکه روی پورت 22 اختلاله دقت کنید روی پروتکل SSH اختلالش خیلی کمتره هست ولی خیلی کمتره میبینید الان نمیتونم واسه حالا اگه اینجور مشکلی خوردید اگر سرور دیگری دارید که به پورت دیگری تغییر شدید میتونید به اون واسه از اون سرور به این سرور SSH بزنید این یه رایشه. یه راه دیگه که را بهتری بهتریه اینه که اگه از هیتسنر گرفتید یا اگه از هر سایت دیگری گرفتید وقتی وارد سرورتون بشید این بالا یه کنسول داره میبینید این کنسوله تحت وب کار میکنه اگه من این کنسول رو بزنم میره وست میشه و این از پورت 22 استفاده نمیکنه که الان من به مشکل بخورم میتونم به این طریق به سرورم وست بشم نها کنید سرور وست میشه الان برا من میاد خب همونجا که میدید اومد بالا من میتونم دستوراتی که میخوام بگم رو اینجا حتی اجرا بکنم پس از این طریق میتونیم اجرا کنیم میتونیم از این روش که گفتم من قبلا به یه سرور دیگری کانکت شدم که پورتش متفاوت بوده با اون ریموت زدم روی این یکی SSH زدم روی این یکی و الان به این سرور وصل شدم پس به این طریقا میتونید این همه روشهایی بودش که میتونید وصل حالا چطوری باید این تغییر رو انجام بدیم من اینجا وسطتون گذاشتم دستورات رو اول از همه اینه که شما باید ببینید با این دستور که SSH تون اصلا روی چه پورتی داره کار میکنه واسه اینکه مطمئن بشیم اینو کپی میکنم میام اینجا پیست میکنم و اینتر نها کنید داره میگه آقا SSH که SSH D هست یا دمون روی پورت 22 فعاله پس الان خیالم راحته که اوکی روی این پورت فعاله حالا باید چیکار کنم؟ حالا این داره از کجا شماره پورتو میخونه؟ از این آدرس s/ etc ssh یه فایلی به اسم sshd config داره از این میخونه با یه دونه از ویرایشگرهای متنی که روی سیستم روی سرورتون نصبه اونو باز میکنید من نانو رو دارم با نانو باز میکنم شما ویا وی یا ویم هم اگه دارید میتونید این کار انجام بدید دستورم رو اینجا پیست میکنم میبینید حتی اینم یه ذره کنده به خاطر اینکه اختلال روی خود اس اس هم هست ولی خیلی کمتر از پورت 22 و اینتر میکنم خب برای خیلی ها، امکان داره اینجا این فایل باز نشه دقت کنید اگر این فایل براتون باز نشد من الان بهتون میگم که باید کار کنید من یه بار میام بیرون از این فایل ببینید اگه واسهتون باز نشد شما اول بزنید cd وارد اون آدرس بشید slash btc ssh وارد این آدرس که شدید اگه ls بگیرید میبینید که این فایل اینجا وجود داره حالا اگه با نانو بزنید بدون این آدرس فقط بزنید نانو sshd دی آنلاین کانفیگ براتون باز میکنه این فایل براتون باز میشه باید بیاید دنبال این خط بگردید میبینید این خطی که اینجاست من میام پایین کافیه فقط این هشتگ رو از اولش بردارید که از حالت کامنت در بیاد این, این خط و حالا انتهای این عدد دلخواهتون رو بذارید پورتتون میخواید چند باشه مثلا من گفتم اینجا 22 345 میتونید بذارید یا هر پورت دیگری شما پورتتون میتونه بین 1 تا 65535 باشه ولی عددهای بالای مثلا 1000 هزار, هزار رو انتخاب کنید بهتره من میذارم 3 تا 0 مثلا اینو هر عددی خواستید میتونید خودتون قرار بدید 22 3 تا گذاشتم عددتون رو که تعیین کردید کافیه حالا فقط کلید کنترل و X رو بزنید اینجا بهتون میگه که میخواید تنظیمات رو سیو بکنم میگیم بله یس رو میزنیم و اینتر تنظیمات سیو شد حالا واسه اینکه این تنظیمات بره اعمال بشه باید حتما سیستم CTL تی اس دی رو اجرا کنید این دستور رو بعدی رو کپی میکنم و اینجا اجراش میکنم با این دستور یک بار سرویس اس دی رو ریاستارت میکنه حالا که ریستارت شد دوباره میام چک میکنم ببینم که الان سرویس روی چه پورتی فعال هستش و میبینید که روی پورت 22 شده حالا میتونم خیلی راحت دیگه به این پورت ریموت بزنم فقط برای ریموت زدن حواستون باشه چجوری جوری برای ریموت بزنیم الان میخوام به همین پورت ریموت بزنم دوباره این دستور رو میارم ببینید هنوز گیر کرده و هنوز نتونسته دستور قبلی رو اجرا بکنه چیکار میکنیم این بار این بار که میخوایم اجرا کنیم میزنیم ssh -p اینجا پورتتون رو وارد میکنید دش پی مثلا من 22 تا سف گذاشتم بعدش میایید اونجا آدرس رو میزنید مثلا روت قد ساین آی پی این دستور رو من اینجا مثلا نوشتم داخل این فایل هستش حالا اگه این پورت رو گذاشتید همین پورت اگه نه هر پورت دیگری این رو میزنید و اینتر حالا میخواد از این پورت 22000 برای این کار استفاده بکنه و بره وصل بشه اگه میبینید همچنان یه ذره سرعت پایینه به خاطر اینکه واقعا اختلال روی پورتا هستش و همه پورتا مثلا رو پروتکل اسسچ گذاشتن ولی تو این حالت میبینید که حداقل من میتونم واسشم و خیلی کارامو انجام بدم این نکته از اینجا یه این نکته دیگه این که شاید روی روی سرویس شما روی سرورتون فایروال اجرا باشه اگه فایروال اجرا باشه باید به فایروالتون هم دسترسی بدید فایروال که توی اوبونتو نصب میشه یو شما کافی UFW استاتوس رو تایپ بکنید تا ببینید که فایروالتون اجرا هست یا نیست من الان فایروالم این ولی اگه فایروالم اکتیو بود کافی بود فقط این دستور رو اجرا بکنید UFW فاصله LO فاصله آدرس پورت اسلش TCP اون آدرسی که این بالا گذاشتید رو اینجا هم وارد میکنید این رو میزنید تا این پورت هم براش باز بشه پس اینجوری میتونید پورت SSH چتون رو عوض کنید باز ترکید میکنم اگر الان به هیچ عنوان نمیتونید به SSH بسچید شماره پورتش رو یادتون رفته یا هر مشکلی دارید میتونید از همین کنسولی که داخل و اینجا بهتون میده از این استفاده بکنید اگر هم یوزر پسورد سرورتون یادتون رفته وارد قسمت رسکیو میشید و اینجا ریست روت پسورد رو میزنید پسورد روت رو براتون ریستارت میکنه به این طریق میتونید پسوردتون رو ریست کنید شماره پورت رو پورتو عوض کنید حالا این پورت رو که عوض کردیم توی ویدیو بعدی من بهتون یاد میدم چطوری میتونیم از همین پورت SS هم به عنوان VPN نمونه استفاده بکنیم تو اون ویدیو جداگونه در مورد این قضیه صحبت میکنیم و نفسار مختلفش رو بهتون معرفی میکنم یه راه دیگه ای که وجود داره شما بتونید از این سرورتون یه استفاده به درد بخوره دیگه بکنید اینه که شما از روی گوشی یا کامپیوترتون SSH تانل بزنید به این سروره حالا که پورتش رو عوض کردید هم از لحاظ امنیتی بهتر شده هم دیگه اون اختلاله وجود نداره حالا میتونید SSH تانل بزنید روی اون سروره و از این هم استفاده بکنید تو این ویدیو دیگه نمیشه من یه ویدیو جداگونه میسازم تو اون یادتون میدم چطور میتونید اس تانل رو هم بزنید و نرم افزارهای مختلفشم بتونه نشون میدم که این کارو چجوری میشه انجام داد اصل قضیه همین کاری بود که الان انجام دادیم ولی خب شاید مثلا نیازی به عوض کردن پورت هم نباشه واسه همین اون رو ویدیو جداگونه میگیرم و بهتون توضیح میدم توی ویدیوهای بعدی میبینمتون اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی رو از دست کار سابسکرایب کنید خیلی خوشحال میکنید که اگر ویدیو رو لایک کنید نظر بتون بهم بگید و حتما برامون کامنت بذارید مرسی فعلا خدا نگهدار